سرخط خبرها. Syria and Hezbollah may have had motives to eliminate Mr. Hariri and لبنان در انتظار حکم دادگاه ترور رفیق حریری. قاضی میگوید شواهدی مبنی در دخالت دولت سوریه و رهبری حزب الله وجود ندارد. شلیک 14 موشک به کابل، یک راکت به ارگ ریاست جمهوری افغانستان اصابت کرد. تداوم سیاست اسرائیل در قبال امارات پس از عادی سازی روابط. نتانیاهو با فروش تسهیلات نظامی پیشرفته آمریکا به ابوظبی مخالف است. و ثبت گرمترین روز کره زمین در غرب آمریکا. دانشمندان میگویند دمای بالای 50 درجه در نقاطی از جهان متداول شده. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. تا ساعتی دیگر دادگاه بین المللی کیفری در لاهه هلند حکم متهمان پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان را اعلام می کند. دادگاه قرار است برای 4 مظنون اصلی این پرونده حکم صادر کند. این 4 نفر به طور غیابی محاکمه شدند. رئیس هیئت قضات در آغاز جلسه گفت که ممکن است گروه حزب الله یا دولت سوریه خواستار از میان رفتن رفیق حریری بوده باشند، اما شواهد محکمه پسندی از دست داشتن آنها در این حادثه ارائه نشده. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد از بیروت با ماست. نفیسه، با توجه به حرفی که قاضی در این پرونده زده، آیا میشه حدس که حکم چه خواهد بود؟ هنوز نه دقیقاً باران، به خاطر اینکه هنوز دارن توصیف میکنن که ارتباط هر کدوم از این افراد چه بوده. تا الان اعلام کردن که سلیم عیاش از قبل، یکی از متهمان این پرونده، از قبل داشته برنامه ریزی میکرده و برای قتل و کشتن آقای حریری و تمام کسانی که اطراف اون بودن، این فرد به نوعی ارتباط با حزب الله داره، گرچه حزب الله به طور مشخص رهبران حزب الله متهم این پرونده نیستن، اما ارتباط پیدا میکنن به خاطر اینکه این افراد به نوعی ارتباطشون ثابت شده با حزب الله، چه قبلش و چه بعد از اتفاقی که افتاده. در این پرونده ما 5 متهم داشتیم. یکی از متهمان آقای بدرالدین، فرمانده معروف حزب الله بود که در بمبارانی در سوریه کشته شد. چیزی که انتظار میره باران اینه که در نهایت اعلام خواهند کرد که این افراد، حداقل 2 نفر از این 4 نفر، مستقیما نقش داشتن در کشتن آقای حریری. ولی مسئله اینه که این افراد به نوعی روح محسوب میشن، برای اینکه اصلا وجود خارجیشون مشخص نیست کجا هستن و کسی سرنخی از اونها سالهاست نداره. برای همین هم به نظر خیلی ها نتیجه هرچه باشه تأثیر چندانی نخواهد کرد، چون کسی مجازات نخواهد شد به این روش. با این حساب چقدر تأثیر داره رأی این دادگاه؟ یا ممکنه حداقل از نظر سیاسی فشارها رو روی گروه خاصی زیادتر کنه در لبنان؟ یه ذره باید بیشتر صبر کنیم. گرچه گفتن که رهبران حزب الله و سوریه دخیل نبود، ارتباط مستقیم نداشتن، اما در نهایت به خاطر ارتباطی که این افراد با حزب الله دارن، اگر از حزب الله خواسته بشه که این افراد رو تحویل بدن به دادگاه، اون موقع است که فشارها بر حزب الله بیشتر میشه و از حزب الله و شورای امنیت ممکنه پاش به وسط کشیده بشه، همونطور که در تشکیل این دادگاه هم به هر حال شورای امنیت دخیل بود، و اون موقع است که از حزب الله به فشار بر حزب الله چندین برابر خواهد شد، بر دولت لبنان چندین برابر خواهد شد که سلاح رو از دست حزب الله بگیره. از طرف دیگه نگرانی هست که طرفدارای حزب الله و مخالفای حزب الله به نوعی درگیر بشن وقتی که تنش بالا بره. هرچند آقای سعد حریری که خودش فرزند رفیق حریری و به هر حال ارتباط مستقیم با این پرونده داره، چند روز پیش اعلام کرد که دنبال انتقام نیست، یعنی به طوری به طرفدارهای خودش
پیام داد که صبر و حوصله داشته باشن و تنش رو بالا نبرن. حزب الله هم آقای نصرالله همین چند روز پیش اعلام کرد که براشون مهم نیست چه رأیی از این دادگاه بیرون بیاد، اگر این افراد متهم باشن و محکوم بشن هیچ کسی رو حزب الله تحویل نخواهد داد. باران، قاضی گفتش که ممکنه که سوریه و حزب الله به هر حال از این نفع می بردن. بیشتر میخوام در این مورد بگیم. سعد حریری، رفیق حریری وقتی کشته شد که داشت تبلیغات انتخاباتی میکرد و در اون زمان تنش با سوریه بالا رفته بود. بله، تقریبا میشه گفت که 3 دهه از حضور نظامی سوریه اون موقع باران میگذشته در لبنان. سوریه‌ای که به درخواست گروهی از مسیحی‌ها اول وارد لبنان شد برای کمک به اونها در جنگ داخلی، برای مقابله با جبهه مقابل که فلسطینی‌ها بودن، اما سال‌های طولانی موند. آقای حریری جزو کسایی بود که با پشتوانه آمریکا و با پشتوانه عربستان سعودی کاملا این حضور رو به چالش کشیده بود و با اینکه در موقع مرگش نخست وزیر نبود، دنبال انتخاب مجدد به نوعی بود و مرد در قدرت هم محسوب می‌شد، مردی که قدرت و نفوذ سوریه رو به چالش کشیده بود. برای همین هم هست که اولین انگشت اتهام به سوی سوریه نشانه رفت و بعد حزب الله متهم شد. خیلی ممنونم ازت نفیسه کوهنورد از بیروت با ما. چند خبر کوتاه. وکیل محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، خبر داده که موکلش به 8 ماه زندان، 148 ضربه شلاق و 1 سال تبعید به طبس محکوم شده. آقای نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی موسوم به گروه 14 است که با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای رهبر ایران شدند. او مرداد پارسال بازداشت شد. وزارت بهداشت ایران شماره جانباختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 168 نفر اعلام کرده. بر اساس آمار رسمی تا کنون 19972 نفر در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از ثبت بیش از 2300 مورد تازه ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده. کاخ موزه گلستان میگوید آلبوم عکس مفقود شده دوران ناصری پیدا شده. به گفته موزه گلستان این آلبوم در قفسه ها جابجا شده بودند و در جریان انبارگردانی پیدا شدند. چند ماه پیش مسئولان این موزه با اعلام گم شدن این آلبوم گفته بودند که قوه قضاییه و اینترپل را در جریان گذاشتند. این آلبوم حاوی 100 عکس از کودکان و زنان قاجار است. منابعی در دولت افغانستان گفتند که یکی از 14 راکت شلیک شده در شهر کابل در ارگ ریاست جمهوری فرود آمده و تعدادی را زخمی کرده. حادثه در حالی اتفاق افتاد که جشن 101مین سالگرد استقلال افغانستان در حال برگزاری بود. به گفته وزارت داخله اکثر این راکت‌ها به منازل مسکونی برخورد کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حملات را به عهده نگرفته. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. دود در محل شلیک راکت ها، حالا یک شلیک راکت دیگر. حمله کننده ها از شیوه نسبتاً تازه ای استفاده کردند، نصب موشک انداز در داخل موتر. این گونه حمله در کابل بسیار کم پیشینه بوده. معلوم نیست که این ماشین با چنین موشک اندازی با وجود تدابیر ویژه چگونه به این نقطه از شهر رسیده. یعنی میگه اکثر ها آمد یا نفهمیدم، با جان نفهمیدم. 3-4 دار مزال شارپ دار. اینجا خانه خورده، مردم بیچاره چی کنم؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هنوز مراسم تجلیل از 101مین سالگرد استقلال را تمام نکرده بود که حملات راکتی شروع شد. اینجا او در وزارت دفاع است. یک راکت در همسایگی وزارت دفاع در ارگ ریاست جمهوری اصابت کرد. 6 نفر از قطعه تشریفات زخمی شدند. حملات راکتی امروز دست کم به 5 ناحیه شهر پرجمعیت کابل اصابت کرده. اکثر این موشک ها به منازل مسکونی برخورد کرده. 10 نفر از جمله 4 کودک و 1 زن زخمی شدند. با تأسف که امروز از اثر پرتاب 14 فیر راکت در مناطق مسکونی که از سوی ترستان
پرتاب شده بود. 10 تن از هموطنهای ملکی ما در کابل مجروح شدند. یک عمل تروریستی است. ما در پیوند به این پرتاب راکت ها 2 تن مشکوک را بازداشت کردیم. تحقیقات از نزد این افراد جریان دارد و تا اینکه ما بتانیم شبکه های همکار از یارا به زودی دستگیر بکنیم. حملات امروز بعد از ماها آرامش نسبی در کابل رخ می دهد. قرار بود مذاکرات بین الافغانی هم در این هفته آغاز شود که حالا به تعویق افتاده. این وضعیت یعنی افغانها در فضایی از بیم و امید به سر می برند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. اسرائیل میگوید که همچنان با فروش هر گونه تسلیحات نظامی پیشرفته آمریکا به امارات متحده عربی مخالف است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که در مذاکرات عادی سازی روابط با ابوظبی موضع اسرائیل را در این باره روشن کرده. با این حال یک روزنامه اسرائیلی گفته که آمریکا به عنوان بخشی از توافق جنگنده‌های بسیار پیشرفته به امارات خواهد فروخت. برای صحبت بیشتر در این باره حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی و نظامی از نیوکاسل بریتانیا با ماست. آقای آریان، نگرانی اسرائیل از فروش سلاح‌های آمریکایی به امارات چیه؟ در وهله اول مسئله برتری کیفی اسرائیل که میخواد همیشه بالاتر از همه کشورهای منطقه باشه و به هیچ وجه جای شگفتی هم نیست. برای اینکه در گذشته هم مثلا ما شاهد بودیم آلمان خواست چند فروند زیر دریایی تقریبا پیشرفته غیر اتمی و معمولی رو بده به مصر و اسرائیل با این مخالف بود، ولی خب در نهایت آلمان داد. مسئله اینی که اسرائیل نمیخواد پیشرفته ترین سلاح‌ها و تجهیزات از آمریکا به ویژه F-35 به امارات داده بشه. درباره همین F-35 میخواستم ازتون بپرسم که خیلی هم تاکید کرده اسرائیل روی این مسئله. چه ویژگی هایی داره F-35 که انقدر حساسش میکنه برای اسرائیل؟ خب F-35 یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای نسل پنجم، هواپیمای استلت و بسیار گرون هست، سرعت فوق‌العاده مثلا ماخ حدود 1.6، بسیار گرون، حدود 100 میلیونر فروندشه و در دنیا غیر از آمریکا فقط 8 کشور این رو دارن از جمله بریتانیا و اسرائیل. در گذشته صحبت‌هایی در این مورد بوده و به طور کلی فروش سلاح‌های پیشرفته به امارات یا سایر کشورهای عربی، ولی همیشه فشار اسرائیل و فشار لابی اسرائیل باعث شده که کنگره با این مخالف باشه. ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که اسرائیل نمیتونه کمک‌های دیگری را در زمینه‌های دفاعی و در دیگر زمینه‌های تکنولوژی به امارات بده. به باور من امارات بیشتر دنبال این موضوع است، یعنی دستگاه‌های شنود می‌خواد، هواپیماهای شناسایی می‌خواد، در مورد امنیت سایبری، یعنی به طور کلی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و دفاعی و مانیتورینگ سایبری اسرائیل می‌تونه کمک‌های فوق‌العاده‌ای باشه برای امارات. وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس گفته که ما نباید به خاطر عادی کردن روابطمون با امارات امنیت خودمون رو به خطر بندازیم و امنیتمون رو فدای این توافق کنیم. چه مشکل امنیتی ممکنه که امارات برای اسرائیل به وجود بیاره؟ به باور من به هیچ وجه این گونه نیست. یعنی امارات سلاح و تجهیزاتی رو که خودش داره، علاوه بر اینکه خب آمریکا بزرگترین پایگاه هوایی از زفره را در امارات داره، تهدیدی به هیچ وجه من الوجود برای اسرائیل نیست. من فکر میکنم که منظورش این اینه که سلاح‌های بسیار پیشرفته نباید به اسرائیل، یعنی آمریکا به اسرائیل بده. ولی باید اینه بدونیم که اصلا قبل از این آفتابی شدن به حساب برقراری روابط حدود 20-21 ساله که روابط به حساب نهفته، روابط ناآشکار بین امارات وجود داشته و کشورهای عربی، دیگر کشورهای عربی
با اسرائیل. همین در ماه ژوئیه برای نمونه شرکت تسلیحاتی رافائل اسرائیل، یکی از بزرگترین شرکت ها، به اضافه صنایع هوافضای اسرائیل یه قرارداد بستند با یه شرکت اماراتی به اسم G42 که شرکت هوش مصنوعی و رایانش ابریه، که با همدیگه همکاری بکنن برای توسعه دستگاه‌ها و وسایل مورد نیاز برای مقابله با کرونا. و همینطور هم گفته میشه، یعنی دقیقاً آشکار نشده، که اسرائیل قراردادهای محرمانه‌ای بسته با امارات که دستگاه‌های شروع پیش بده. ممنونم ازتون حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی نظامی. نگاه بکنیم به سرخط خبرهای مهم. قاضی دادگاه ترور رفیع خریری میگوید شواهدی مبنی بر دخالت دولت سوریه و رهبری حزب الله وجود ندارد. از 14 راکتی که در حمله کابل پرتاب شد، یکی به ارگ ریاست جمهوری افغانستان اصابت کرد. سازمان بهداشت جهانی درباره آنچه ملی‌گرایی در واکسیناسیون خوانده هشدار داده. این سازمان از دولت‌ها خواسته به جای اینکه در تامین واکسن کرونا فقط به فکر شهروندان و منافع خود باشند، جهانی و راهبردی فکر کنند. این سازمان همچنین درباره آسیب‌پذیر بودن جوانان 20 تا 30 ساله در مقابل بیماری کووید 19 هشدار داده. مرداد فرهمند نگاهی کرده به وضعیت کرونا در گوشه و کنار جهان و به ویژه در هند، که به گفته کارشناسان یکی از عوامل پایین بودن مرگ و میر مرتبط با کرونا جوان بودن جمعیت این کشور است. هند از استعمارگر پیشینش بریتانیا پیشی گرفت. شمار ثبت شده هندی هایی که جان به کرونا داده اند از 50,000 گذشت. هند چهارمین کشور از نظر شمار قربانیان اعلام شده ویروس جهانگیر کرونا شد. اما اگر به یاد بیاوریم که هند دومین کشور پرجمعیت جهان است، وضع هند خیلی هم بد به نظر نمی آید. هند از لحاظ نسبت جان باختگان به کل جمعیت نزدیک به ته جدولی است که کشور کوچکی چون بلژیک در صدر آن است. از هر 1,000,000 هندی 34 نفر جان به کرونا دادند. از هر 50 نفری که کرونا گرفتند یکیشان مرده. گرچه تنها 2% هندی ها آزمایش شدند و در کشوری بزرگ با جمعیتی انبوه احتمالش هست که بسیاری از موارد ابتلا به کرونا گزارش نشده باشد، اما در کشوری که رعایت حفظ فاصله و حداقل های بهداشت در آن بسیار سخت است، کارشناسان عوامل دیگری نیز برمی شمارند، همچون جوان بودن جمعیت و ایمنی بدن هندی ها به سبب ویروس هایی که پیشتر به جانشان راه یافته. این عوامل را در بقیه جنوب آسیا هم مشترک می دانند، از جمله پاکستان و بنگلادش، که آنها هم شمار جانباختگانشان نسبت به کل جمعیت بسیار پایین است. چون این آمار و ارقامی این ذهنیت را میان توده های مردم ایجاد کرد که شاید کرونا بیشتر قاتل ثروتمندان است تا فقرا. نمادی از ثروت همین کشتی های لوکس جهانگردی است، مانند کشتی شاهزاده خانم یاقوت یا روبی پرنسس، که عامل ورود ویروس کرونا به استرالیا شناخته شده. مسئولان استرالیایی ناچار به عذرخواهی شدند از اینکه در اول همه‌گیری کرونا در جهان به این کشتی که 900 مبتلا به کرونا با خود حمل می‌کرد اجازه پهلو گرفتن دادند. گذاشتند 2500 مسافر آن پا به خاک استرالیا بگذارند. یکی دیگر از نمادهای رفاه در مغرب زمین فروشگاه‌های زنجیره‌ای مارکس و اسپنسر است که در بریتانیا بیشتر مردمان برخوردارتر مشتریان آنند. این فروشگاه‌ها هم به کرونا قربانی دادند. میزان فروش پوشاک و لوازم خانگی در آنها تقریبا نصف شده. البته قربانیانش به اندازه مشتریانش وضعشان خوب نیست. کارکنان فروشگاه هستند که کارشان را از دست می‌دهند. تا کنون 950 نفر و امروز اعلام شده که 7,000 نفر دیگر هم باید دنبال کار دیگری بگردند یا خانه نشین شوند. مرتضی فرهمند، BBC.
خب بریم سراغ خبر که دقایقی پیش به دستمون رسید از دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه که به پرونده رفیع خریری نخست وزیر پیشین لبنان رسیدگی می‌کرد. این دادگاه الان حکم داده که یکی از اعضای گروه حزب الله لبنان به نام سلیم جمیل عیاش در این پرونده مجرم شناخته شده. دادگاه میگه که مدرکی مبنی بر دست داشتن رهبری حزب الله یا دولت سوریه در ترور رفیع خریری وجود نداره. از 4 نفری که به صورت غیابی داشتن محاکمه میشدن، اینطور که برمیاد 3 نفر تبرئه شدن و 1 نفر به نام سلیم عیاش مجرم شناخته شده. دادگاه گفته که هنوز نتونسته شواهد محکمه پسندی بهش برسه از اینکه دولت سوریه یا رهبری حزب الله در ترور نقش داشتن. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه هلند و حکمی که همین الان اعلام کرد و همین که به ما جزئیات بیشتری برسه حتما شما رو در جریان قرار خواهیم داد. یک منطقه کویری در غرب آمریکا دیروز با ثبت دمای قطعی 54.4 درجه سانتیگراد رکورد گرمترین دمای ثبت شده زمین را شکست. این دما زنگ خطر دیگری برای زمین و آینده بشر تلقی شده. دانشمندان میگویند دمای بالای 50 درجه در نقاطی از جهان متداول شده و در بسیاری از مناطق دیگر هم رخ خواهد داد و این باعث به هم خوردن تعادل طبیعت می شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. برای عکس یادگاری می توان با دمای 56 درجه لبخند زد، ولی پیامی که طبیعت با این دمای رکورد شکن به انسان می دهد لبخند ندارد. این منطقه صحرایی از غرب آمریکا موسوم به دث ولی رکوردها را شکسته است، اما گرمای 50 درجه به بالا برای خیلی ها تازگی ندارد. در هفته های گذشته عراق و کویت هم چنین حرارتی را تجربه کردند. علت اینکه هر سال حرارت زمین بالاتر و بالاتر می رود برای دانشمندان روشن است. اگه به خاطر مصرف سوخت‌های فسیلی که باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو زمین میشه نبود، ما امروز شاهد چنین حرارت‌های رکوردشکن یا این گرمای بی سابقه در سراسر جهان نبودیم. گازهای گلخانه‌ای غلظت دی اکسید کربن در هوا را بیشتر می‌کند و وقتی این اتفاق بیفتد، حرارت نور خورشید مثل یک گلخانه در جو زمین میماند. در نتیجه تعادل طبیعت برهم میخورد. نقاطی مثل بریتانیا برای چند روز پی در پی، مثل هفته پیش، موجی از حرارت نزدیک به 38 درجه را تجربه کرد. آینده‌ای که انتظار بریتانیا و دیگر نقاط اروپا را میکشد، امروز مناطقی مثل غرب آمریکا، خاورمیانه و هند است. و آینده این مناطق، بنا به پیش بینی اقلیم شناسان، گرمای طاقت فرسایی است که برای اکثریت ساکنانش غیر قابل زیست خواهد بود. نشانه های چنین زندگی طاقت فرسایی از هم اکنون دیده می شود. خدای خیلی گرمه، خیلی گرمه که نمیتونه اصلا در موردش صحبت کنه. من از درون دارم میپزم. نباید فراموش کرد که دمای هوا با دمای احساسی که همان گرمای هواست فرق دارد. 5 سال پیش بندر ماهشهر گرمای احساسی 70 درجه را تجربه کرد. 17 سال پیش عربستان شاهد گرمای احساسی 81 درجه بود. انتظار می رود در سالهای آینده بیشتر اقشار فقیر که دسترسی به آب و لوازم خنک کننده ندارند قربانیان اصلی گرمایش زمین باشند، وضعیتی که از آن با عنوان آپارتاید اقلیمی یاد می شود. زنگ خطر امسال زمانی به صدا درآمد که دمای مناطق قطبی سیبری که باید در حالت طبیعی از 10 درجه سانتیگراد بیشتر نرود به 38 درجه رسید. نتیجه تحقیق دانشمندان این بود که فعالیت‌های اقتصادی انسان‌ها و سوزاندن نفت و گاز و زغال سنگ و تخریب جنگل‌ها با هدف تولید گوشت به ویژه در آمازون کار را به اینجا کشانده. چنین وضعیتی باعث نوسانات اقلیمی شدید مثل سیل‌های مهیب و خشکسالی‌های طولانی مدت و به خطر افتادن امنیت غذایی خواهد شد. تصمیمات شخصی ما به خودی خود کمک زیادی به کم کردن گرمایش زمین نمی کنه. ما نیازمند سیاست هایی هستیم که از سیستم های تأمین انرژی ما کربن زدایی کنند. در اینجا منظور فاصله گرفتن از نفت و گاز زغال سنگ به عنوان الگوی مصرف انرژی و رو آوردن به انرژی های پاک است. جلوگیری از ورود دی اکسید کربن به هوا مانع از گرمتر شدن زمین می شود، اما گرمایش زمین را کم نمی کند.
برای این کار باید به جای از بین بردن جنگل‌ها که منبع جذب دیوکسید کربن هستند، جنگل‌های بیشتری کاشته شود. مسیری طولانی برای نجات زمین و بشر از خطر گرما. سیاوش اردلان، بی بی سی. در انگلستان در گوشه کنار خیابون‌ها دسته‌های گل روی نیمکت‌ها یا روی پارک‌ها گذاشته شده به عنوان هدیه‌ای به غریبه‌ها. سالی هرس به دنبال جزئیات بیشتر ماجرا رفت. هدف از هدیه دادن دسته‌های گل بالا بردن روحیه است. این ایده پشت ابتکار کارزار لبخند به روی لب‌ها بیاورید است. گذاشتن دسته‌های گل در مکان‌های عمومی تا غریبه‌ها برشان دارند. هدیه ای از طرف یه غریبه است. در این دوره هم صحبت شدن با مردم سخته. سخته که با دیگران در تماس باشیم. در عمل این غریبه ها هن که اونا رو میبینن. واسه همین براشون هدیه هایی میذاریم و امیدواریم که اونا هم همین کارو بکنن. این چیزیه که دنبالشیم. این گل فروش هر هفته 50 دسته گل از طریق شبکه‌های اجتماعی به داوطلبان میدهد. آنها گل ها را در مکان های تصادفی میگذارند. با کارتی که رویش نوشته لطفاً مرا بردارید. این دسته گل زیبا رو برمی‌دارم و اونو برای یه غریبه یه جایی می‌ذارم. ببینیم می‌تونیم امروز لبخند به روی لب‌ها بیاریم. لبخندهایی که می‌توان آنها را بر لب‌های سه نفری دید که در این کارزار شرکت کردند. زمانی غریبه بودند اما حالا از طریق هشتگ کمپین در اینستاگرام همدیگر را می‌شناسند. در دوره محدودیت‌ها زمانی که همه یکم دماغ هستند و نمیتونن خانواده و دوستانشون رو ببینن، مهمه که بتونی کمی شادی تو زندگی بقیه بیاری. رفتیم بالاتر و یه برچسب روی دست گل دیدیم که نوشته شده بود منو بردار. فکر کردم مجانیه و برش داشتم. وقتی بهش فکر کنید میبینید که یه کاری کوچیکه که میتونه خیلی ارزشمند باشه. در دوران سختی که داریم پشت سر میذاریم، یک کاری کوچیک مثل این میتونه روحیه و اعتماد به نفس مردم رو بالا ببره. دیدن گل‌ها یه دنیا لبخند به صورتم آورد، چون اثر مثبتی که داشت رو احساس کردم. کار کوچیکیه، کاری که میتونه یک کم اثر مثبت رو زندگی بقیه بگذاره. این امید است که افرادی که گل‌ها را برمی‌دارند از این کار الهام بگیرند و کاری مشابه انجام دهند. این گلا رو اینجا روی نیمکت میذاریم. ببینیم کی میاد اونا رو برداره. عده‌ای آمدند و نگاهی به گلها کردند. البته قبل از آن که چند کودک دل و جرأت به خرج بدهند و گلها را برای مادرشان ببرند. این اولین برنامه برای تشویق مهربانی نسبت به غریبه ها نیست. اما کاری است که در دوره فاصله گذاری اجتماعی کمی مردم را به هم نزدیک میکند. ممنون که با ما همراه هستید.